فرار کردی؟ یارو کیه دنباله تو؟ یادم بد خونت کجاست؟ دهات. دختر فراری؟ خب فیلم دیدنی و شنیدنی، عبرت آموز و تکان دهنده، یه خاطره نام از شهر، از زندگی توی شهر. یه وقت یه دونه از اینا واسه مامان نخری یا اشغاله؟ بر نمیداره سریا؟ زنی که دوزاری آدم شده جواب نمیده ملک سریا. مشغوله. مشغوله چی؟ کار. کار؟ کدوم کار؟ کارای بانکی و اداری تو میکنه این وقت شهر؟ خوشم میاد هنوز حسودی منو دید. بگه یه سره دیگه. چه بالاخاشم در میای جلوی مامان. مامان؟ مامانی؟ سالا؟ ببینیم سیگارو چه تاتایی هم کرده یه مامانی عجیش تو بچه یه شمرو سرحال روپا برنامه یا ویژه یا واکارا. خونت تو کدوم طبقه است؟ خب حدس بزنی. طبقه سوم، اونی که پردای آبی داره.
از کجا فهمیدین؟ تو رو خدا، خودم بهتون گفته بودم. نه هیچ وقت، هیچ وقت. پس ببین من یه جور حس شیشم. امواج تو فضا یک امواجی هست که من رو میگیرم. من عاشق این چیزا. سه مراقبه، مدیتیشن، تمرکز مدام. دقیقا. آدم های با این مشخصات استعداد های خاصی دارن. استعداد عاشق شدن و استعداد تشخیص صداقت. صداقت رو چجوری تشخیص میدی؟ از چشما. کافیه که من به چشما یه نفر خیره بشم، چشما همه چیز رو به من میگن. و چشمای من زیباش سرشار از صداقت. این هدیه کوچکه برای زنی که زیباترین چشما رو داره. وای خیلی ممنون، چقدر قشنگه. یکی از کاملترین گوشی‌هایی هست که الان تو بازاره. یه دوربین دیجیتالی حرفه‌ای هم هست. اهل موسیقی هم که هستی، مموری فوق‌العاده‌ای داره. تقریبا یه کامپیوتر. خب حالا سیم کارت تو از گوشی خودت در بیار، بذار داخل این گوشی. گربه هست بخوری شده. اینه هاش، اینه ماس پیک پیدا شد. بی بی گیشنیز و سرباز دل مونده. پس کوشن اینا. شسون خانم طلبکار از من سالی به دوازده ما. کی؟ این پروانه دیگه. راستی چند سال ندیدیش ها؟ میگم این پروانه خیلی خوشگل شده ها. این عکس 14-15 سالگیشه. حالا خیلی خوشگل تر از این شده جمشید. چی کار میکنه؟ والا نمیدونم، یه جا رو اجاره کرده اونجاست، تنها زندگی میکنه. با هم نمیسازیم، اونقه. من میخوام ماهواره نگاه کنم، اون میخواد همه جا ساکت باشه و همینجوری زل بزنه به دیوار. اهل هیچی هم نیست، مهمونی بزنه به رقص، ساز و آواز. خلاصه جمشید جون هیچ چیش به من نرفته. باباش هم معلوم نیست که بگیم به اون رفته. اجازت بگیش. حالا جدی، اسم باباش چی بود؟ والا من اسما که یادم نمیمونه. این دواها که شبو میخورم بد جوری گیجم میکنه. الانم داره اثر میکنه، تعطیل تعطیل میشم. ببین ببین ببین. الو الو، گوشی گوشی، مادرمه، مادرم. قرار فردامون یادت نره. خیلی خوب خیلی خوب، فردا. آره ساعت 5. خیلی خوب. کجا آدرسش کجاست؟ ببین برام اس ام اس کن. خیلی خوب اس ام اس میکنم. قربان تو. الو، گفتم که نمیتونم بیام، مریم خونه تنهاست. خداحافظ. سلام. وای
قلبم ریخت بابا. سلام، خوبی؟ خوبم. چرا انقدر دیر اومدی؟ شما دارین چی گوش میدی؟ نه خب ببین از اینترنت گرفتمش. ها؟ از اینترنت گرفتمش. لینکش هم یکی از دوستان واسم فرستاده. خیلی خوب بلد شدی ها مامان. اینجا دیگه کاری نداره. نگاه. تو اینو درست کردی؟ نه بابا، من که نقاشیم به این خوبی بود که الان. اما به نقاشی علاقه داری؟ عاشق سیاه قلمم. چشم را با سیاه قلم خیلی خوشگل میشه، مخصوصا ابرا پر باشه، چشم مشکی باشه مثل چشم شما. امشب یه خبری هست. مامان، مامان، شام چی کار کنی؟ شام هم درست کردم، در خدمتیم قربان. نمیشه که همه کارا رو شما بکنید، از صبح تا شب زحمت میکشین. خب منم بعد یه کاری بکنم دیگه. بگو. میگم حالا. خوبه میگی. بگو. میگم حالا که شما مامان خوبی هستین، خب منم دختر خوبی میشم دیگه. یه موقع فکر نکنی دارم این کارا رو میکنم واسه آیپاد بخری. آیپاد میخوای چیکار؟ آیپاد خوبه، 200-300 آهنگ توش جا میگیره، میتونی باهاش فیلم ببینی، دور گردنت میندازی. خیلی خوب فهمیدم، چند وقت دیگه برات میخرم. حالا میشه بری دنبال کارت، انقدر منو تعقیب نکنی؟ بله قربان. سیگار میکشی؟ نه من سیگار نمیکشم، ولی امشب یعنی همین الان استثنان فکر کردم که یه دونه بکشم. این کمد رو دیدی؟ خب. این قسمت رو دیدی توی کمد تو درش؟ این معمولا جاهاییه که دوربین فیلمبرداری پشتش قرار میگیره. متوجه شدی؟ البته این دفعه از این دریچه فیلم برداری شده، از این دریچه. کار زیادی نمونده، کافیه یه کپی از اینو برسونم دست رئیسه تا مدیر خوشفکرشو تماشا کنه، اونم در چه وضعیت مستهجنی. یا اول بفرستم خدمت حاج خانومتون، یا اصلا تو اینترنت تکلیف یه کپی که روشنه میفرستم تو بازار کنار خیابون. فقر و فحشا، شکنجه های صدام، جشن عروسی هنرپیشه های سینما،
و فیلم غیر مجاز مدیر بازرگانی یک شرکت معظم دولتی. عرضه کسافت. تو خودت غیر از حماقت چی دیدی که باور کردی؟ یه زن به اون زیبایی خودش رو در اختیار تو قرار بده، ها؟ من آدمای عوضی زیادی رو دیدم که وقتی تو هچل میافتن خودشونو به مشمردگی میزنن تا قاف خدا رو بدزدن، اما خدا یه راه بیشتر به اونا توصیه نمیکنه که اونم ما نمیپسندیم. بهش میگن راه راست. من کمک خواستن از شیطان رو ترجیح میدم. راههای متنوع تری رو پیش پای آدم میذاره. کیف کردی؟ قاضی نمیکنی؟ بیا بشین. ممنون از دعوتتون به درینک خارجی. باید برم دنباله یه لقمه نون. صاحب کارم سفارش کرده. دهنم با عرق بده، مرخصم. بیا بشین. مسخره. من که تو پول دادن به تو کوتاهی نکردم. تو ساعت غیرداری زندگیمون دست خودمونه رئیس. تو پول خوبی بهم میدی، ولی میخوام پول بیشتری در بیارم. ادای زنهای پول دوست رو در نیار. تو پول بیشتر از هر چیزی دیگه ای دوست نداری. منو بیشتر دوست داری. تو هرچی در میاری خرج اون میکنی. هیچ وقت ازت نپرسیده مامانی این همه پول از کجا میاری؟ هنوز که نپرسیده، ولی میپرسه. بالاخره باید یه روز بفهمه. شاید یه کاری کنم برای همیشه محل درآمدم ازش مخفی کنم، همونطور که تو تا حالا تونستی. تو برای من با هر آدم دیگه ای فرق داری. تو حالا دیگه قدیمی هستی، یه رفیق قدیمی. من هوای تو رو دارم، اما تو همش منو ناراحت می‌کنی. ما داریم با هم کار می‌کنیم، تو کارمون موفقیم، باید شاد باشیم، اما تو همش یه گوشه کز می‌کنی یا غر می‌زنی. چرا؟ یادت باشه که من به تو موقعیت خوبی دادم. تو حالا مستقلی، یه زن قوی و البته جذاب. اگه پول لازم داری خب من بهت پول میدم، مثل همیشه. فقط خانم کوچولوت نباید زیاد عجله کنه. تو که نمیخوای اون یه موسیقی دانه لوس و نور بشه. سوار نمیشی؟ عرق کرده، زبون بسته. دلشو ندارم از حیوانا سواری بگیرم. مناقصه چطور پیش رفت؟ خوب، خیلی خوب. این مدیر بازرگانی اسمش چی بود؟ تو این داستان بهش میگی مدیر بازرگانی. همین. مرسی. این مدیر بازرگانی خیلی خوب همکاری کرد. البته کار سختی واسش نبود، فقط رانت اطلاعاتی، اما دقیق و مطمئن. بچه خوبی هم شده بود. این یه بره مطیع و سربزی. مرسی. مجید درسته. دیموش تازه باشه. سلام. حتما. ایشون چی میده؟ کباب. کباب بره. آقای صرف همیشه اشتهای کباب خوردن داره. چشم.
راستش رو بگو. چه جوری مدیر بازرگانی کرد یادم خودت؟ کنجکاوی. فقط کنجکاوم، باور کن. محبت. فقط محبت. کجا یه دفعه قیبه زد عزیزم؟ تنگ از این شل شده بود، معطلمون شدم. بیا پایین که مهمون داریم. کیه؟ آقای سیف. آقای جمشید سیف کیه که راجع بهش صحبت کرده بودن؟ بیا ولش کن. خانم شیوا صدری، همسرم. سلام. خوشبختم. اینطور که پدرام میگه شما آدم والیاقتی هستید. شما غذا سفارش نمیدین؟ نه خیر، شما بفرمایید. دیدن غذا خوردن دیگران برای من بهترین تفریحه. هرچی با اشتهاتر بخورید، من تفریح بهتری کردم. شیوا جون وز کم میکنه. چرا من نمیدونم. به نظرم که اصلا احتیاج بیم چی کنم. دلبریای یه زوج تازه کار باعث نشه از غذاتون لذت نبرید. بفرمایید. پدرام به من گفت شما قبلا پلیس بودید، درسته؟ اون مال خیلی وقت پیشه. عذرتون رو خواستن؟ پاکسازی. چرا؟ به نظافتم اهمیت نمیدادم. آدم به تنازی به نظر نمیرسین. البته ایوای کوچولوی دیگه هم داشتم. ما هر ماه قرار بود که چند نفر رو دستگیر کنیم. یه قاتل، یه سارق و یه عوضی دیگه. من حوصله این همه دردسر رو نداشتم. بنابراین دنبال کسی بودم که همزمان هم قاتل باشه، هم سارق و هم عوضی. اگه پیدا نمی کردین؟ اولی مجرمی رو که پاش به اداره پلیس می رسید مجبور می کردم که هم سارق باشه، هم قاتل و هم عوضی. چه کار کثیفی. معذرت می خواهم. مثل تعویض روغن یا اون مکانیکی ها. همون جور که قرار بود. ببینم آمادگی یه کار تازه رو داری؟ من و تو و اون مدیر بازرگانیه. مثل اینکه میخواید راجع به کار صحبت کنیم. عزیزم آقای سیف خیلی اهل پرحرفی نیستن، زود به نتیجه میرسن. اما من حوصله‌ام از اینم کمتره. آقای سیف، به امید دیدار. به امید دیدار. زن خوش اخلاقی نداری؟ عوضش ثروتمنده. خیلی هم ثروتمند. از من چی بهش گفته بودی که اینقدر با من مهربون بود؟ ما فقط راجع به چیزهای خوب با هم حرف می‌زدیم. مثل همه زوجهای تازه کار؟ درسته که من و تو رابطه کاری نزدیک و سیکرتی با هم دیگه داریم. مجبور نیستیم که دوستای صمیمی هم باشیم. راجع به کار پول با هم حرف بزنیم مثل هر دومون بهتره. اون شرکت خریدهای زیادی داره. کد هزینه‌های کوچیک و بزرگ. از خورد و خوراک گرفته تا خریده چند میلیونی. پیدا کردن فروشنده مناسب و قیمت مناسب و معامله با توجیه اقتصادی زیر نظر آقای مدیر بازرگانی. میخوام فروشنده ما باشی. آقای مدیر بازرگانی ما با اسناد ساختگی از شرکت‌های جعلی نشون میده که استلام‌ها رو کرده. پیش فاکتور فروشنده‌ای که اصلا وجود خارجی ندارن، فقط اسم و رسمشون روی سربرگ جعلی ثبت شده رو تایید میکنه و بقیه امور ماجرا. کالایی که ما بهشون میدیم بالاتر از قیمت بازار و نامرغوب‌تر از هم بهمون شده بشه، ولی اسناد صحت همه چیز رو تایید میکنه. اون شرکت چند تا خرید بزرگ در پیش داره. فکر میکنی آقا مدیر بازرگانی ما یه همچین ریسک بزرگی رو قبول میکنه؟ اون بیشتر از اینا مدیون محبت‌های منه.
یه لحظه تشریف داشته باشید. آجاقا چند باری رو موبایل بهتون تماس گرفتم. متاسفانه جواب نمیدادید. دو سه نفر از اداره آگاهی اومدن. یه سوالی از ما کردن، من یه جواب نامربوط بهشون دادم. خواستم که اطلاع داشته باشید. از کجا؟ آگاهی. خب. جناب سیف، اتفاقی افتاده که بعد شما را در جریان میذاشتم. میبخشید مزاحم شدم. موضوع از این قراره که چند وقت پیش کیف مدیر تدارکات ما به سرقت میره توسط یه موتوری. ظاهرم پول تو کیف بوده، اوراقی هم توش بوده، پیش فاکتورهای شرکت های جعلی که مثلا از اونها استعلام کردیم، سربرگای شرکت های سوری، چند تا سند هم مربوط به شرکت توسن. البته وجود این اوراق الزاماً چیزی رو ثابت نمی کنه، ولی به هر حال کیف پیدا میشه، دزد دستگیر میشه، کار به کلانتر اینجور چیزا کشیده میشه. حالا یه افسر آگاهی روی این اوراق دقیق شده و به یه چیزای شک کرده. البته سرنخی به دست نیورده، ولی به هر حال پیگیره. حالا جناب سیف، تصدیق بفرمایید که من فقط به فکر خودم نیستم. اوضاع خطرناکه، داره از همه بازجویی میکنه و شما خوب میدونید که بعضی از این بچه ها با من کار میکنن. خب تنها که نمیتونستم. بله، من بهشون پول دادم، وعده دادم، حتی یکشون رو فرستادم مرخصی که با افسر مواجه نشه. خیلی ترسیده بود، حتما بند و آب میداد. ولی خب تا آخر، تا ابد که نمیتونه تو مرخصی بمونه. حالا مشده اوقات شدم جناب سیف که اجازه بفرمایید که فعلا کارو تعطیل بکنم. والا بلا من فقط به فکر خودم نیستم. شرکت، دوستانتون، هممون جناب سیف. میتونی خریدارو عقب بندازی تا آبا از آسیا بیفته؟ این که شدنی نیست. تصمیم مدیره، حتما باید عملی بشه. اینجا کم از وزارت خونه نیست. جواب سیف، بذاریم بعد. این افسر بد جوری داره پا پیچ میشه. وگرنه من که در خدمت هم. من که بدبختم. چه بدبخت. اسمش چیه؟ گفتم اسم اون افسره چیه؟ جاوید کمالی قربان. افسره خیلی جدی. سختی هم هست، سختی. کارو ادامه بدیم. وقتی ترس رسوایی در میون باشه، ژنرال هم پاجوف در خدمت هم. این که یه افسره. این چی آخه؟ بده یه جای باحال برات امضا کنم. چرا روی کاپشنش امضا میکنی؟ چرا روی کاپشنش امضا میکنی؟ باحالی شدی؟ مگه من به شما کاغذ نداده بودم؟ من یادگاری نگرده ببرسیم. آقا یعنی چی؟ من به شما کاغذ دادم، روی کاغذ امضا کنی؟ ببین من هر جایی که دوست داشته باشم امضا میکنم. یعنی چی؟ من به شما کاغذ داده بودم؟ ببین یک بری حوصله‌مو داری سر میبندی. آقا یعنی چه کار شده؟ یعنی چی؟ چه کار اونجا؟ نه باید کار کردی؟ دیگه هم نه باید کار کردی؟ حاجی دوست داشتی؟ آقا خودتو کنترل کن. آقا خودتو درست نمیشه. ساجی یه خودتو کنترل کن. این یعنی چی؟ این کنترل کن. یعنی چی؟ آه یارو به من نهارتو. به من نهارتو. آقا مشکل خودمونه، خودمون سلام کن آقا. به شما چه مشکل خودمونه؟ یا صحبه کن. یعنی چی؟
ببخشید. من دیدم اون بیرون چه اتفاقی افتاد. خیلی دوست داشتم یکی اون بچه مزلف رو تنبیه کنه. کار درستی کردی. ولی مردم ناراضی بودن. به تعفیهشون لطمه خورد. مردم؟ اونا هیچ وقت قدرشناس نیستن. نه قبل، نه خیلی قبلتر، نه حالا و نه هیچ وقت دیگه. من دوست داشتم اون عوضی تنبیه بشه. اما نه برای رضایت مردم، برای خودم. شما خواستید به مردم خدمت کنی؟ من عصبانی شده بودم. آه، میفهمم. عصبانیت شما مهمه، فقط همین. اما اگه... من نمیتونستم بی تفاوت باشم. آه، احساس شما رو درک میکنم. اما اگه به خاطر اون مردم... مردم اهمیت دارن آقا. اون جوان داشت مزاحمشون میشد. به احساس اون بچه اهمیت نمیداد. من تحمل این وضع نداشتم. شما میگین دیگران اهمیت ندارن. ولی من همینطوری فکر میکنم که گفتم. اما همون مردم به شما اعتراض داشتن. اهمیت نداره. اما گفتی به مردم اهمیت میدی. دوست داشتم میتونستم مثل اون خواننده آواز بخونم و مردم رو شاد کنم. ولی از عهده من ساخته نیست. یا مثل پزشک بیماریشون رو درمون کنم. ولی اینم از عهده من ساخته نیست. من فقط میتونم از اونا مراقبت کنم که کسی بهشون صدمه نزنه. بعضیشون اینو میفهمن و ازم تشکر میکنن، بعضیشون هم نمیفهمن و از من بعدشون میاد. این اون چیزیه که بهش اهمیت نمیدم. از شما از مردم محافظت میکنی؟ مثل سوپرمن یا نه مثل یه پلیس وظیفه شناس؟ راستی؟ شما پلیس هستی؟ و تو اینو میدونستی؟ مطمئنم. اونا؟ نه نه مطمئنم. نه آقای پلیس، من فقط حدس زدم. به علاوه دستگیری دروغگوها تو وظایف پلیس نیست. ظاهراً به این موضوع خدا رسیدگی میکنه. از آشناییتون خوشحال شدم. بعضی از مجرما فرار میکنن که خودشون رو پنهون کنن، ولی بعضیشون حتی تو مجلس ترحیم مقتولشون هم شرکت میکنن. اونا خودشون رو پنهون نمیکنن، رازشون رو پنهون میکنن. من از این گروه دوم تنفر بیشتری دارم. خوشحالم که جز این دو گروه نیستم. ما پلیسا دروغگوها رو دستگیر نمیکنیم، ولی ازشون خوشمون هم نمیاد. فکر میکنی باز همدیگه رو ببینی؟ اگه جرمی مرتکب نشی نه، هیچ وقت. و اگه جرمی مرتکب بشم؟ در اون صورت یه بار دیگه همدیگه رو میبینیم، ولی فقط یه بار. با بچهش تنها بود؟ تازه از زنش جدا شده. یه خدمتکار پیر از بچهش مراقبت کنه. خوبه. خوبه. خواهی باشه ازدواج کنیم؟ از وجدان خیانت به همسر رو نداره. با من بهتر کنار میاد. گاهی وقتا مثل احمقا حرف میزنی. من که تا به حال هیچ مردی رو ندیدم به خاطر داشتن همسر یه همچین مقاومتی بکنه. جاذبه اقواگری تو زیاد بوده. فردا کار روی اون افسر رو شروع میکنم. روی اون افسر کاری نمیکنی؟ چرا؟ باید راه دیگه ای پیدا کنم. عیب از توماس؟ عیب از هوشیاری سیده. دعوتم نمیکنه بیام خونه؟ گفتم دعوتم نمیکنه بیام خونه؟ من که هیچ فرقی بین این آقا پلیس و بقیه نمیبینم. پرسیدم دعوتم نمیکنی؟ نه که میدونی که این کارو نمیکنم. پس دست از این مسخره بازی ها بردار. به خاطر دختره؟ آره، به خاطر دخترم.
آقای سلام. سلام قربان، احوال شما؟ ممنون. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بفهمم بالا دفتر بازجویی؟ بازجویی که نه، فقط چند تا سوال معصومانه. اینجا؟ فرق نمیکنه، کوتاست، زیاد وقتتون رو نمیگیره. بفهمم، خواهش میکنم. مشکل شرکت نور و رایانه چی بود که همکاریتون رو باش قطع کردین؟ خانمایی که برای تعمیر سیستم ها میمدن بد حجاب بودن، ما تو کوچه ها میپوشیدن. شرکت توسن چی؟ رعایت میکنن. یعنی خرید به این بزرگی فقط به خاطر رعایت حجاب خانمای شرکت توسن بود؟ خرید؟ کدوم خرید؟ خریدی اتفاق نیفتاده. استعلام ها داره شرکت توسن رو تایید میکنه ها. جدا؟ من هنوز یعنی هیچ وقت بررسی نکرده بودم. شما پیش فاکتور اونا رو تایید کردید. خب لابد قیمتاشون مناسب تر بوده نسبت به بقیه شرکت های مورد استعلام. بله، ولی نسبت به قیمت روز بازار مطمئن نیستم. خب تحقیق کنیم تا مطمئن بشیم. این نشریات چرا قراردادش لغو شد؟ نشریات داخلی که برای ما چاپ میکرد بوی بد میداد. البته چند بار بهشون تذکر دادیم ولی مسئله حل نشد. همیشه بوی زحم ماهی میداد. ای بابا، چه اشتباه بزرگی. دخل خوبی رو از دست دادن، نه؟ حقشون بزرگی، چه میدونن؟ اون وقت این نشریات جدیدتون دیگه بوی بد نمیده؟ بو کنید، بوی خاص میده ها. غلام حسین آقایی رو میشناسی؟ مدیر تهران رایانه. مهدی آقایی؟ پسر غلام حسین آقایی. پدرام تهرانی؟ مدیر شرکت توسن. بدشانسی آوردیم اما کارش نمیشه کرد. راستش قرار امروزمون هم واسه این بود که خودم سرراست بهت بگم این پروژه منتفیه. خطر اون پلیس داره جدی میشه. من اون خطر رو دفع میکنم. چطوری؟ به نظر نمیرسه کم بوده محبت داشته باشه. فراموش کن، به فکر زمینای مالی دیگه باش. اوکی، گفتم من اون خطر رو دفع میکنم. من تصمیمم گرفتم، تموم شد. چه قاطعه؟ ریسک بزرگیه. سود بزرگی هم هست. بی خود ترسیدیم. من دارم تو اون پلیس نفوذ میکنم. گفتم که ما تصمیممونو گرفتیم. اونهاش امروز اون خبرهای خیلی بدتری آورد. ایشون هم اینجا؟ اون میخواد خودش از این شهر خلاص کنه. شما رو ترسونده؟ آقای سیف، اون پلیس با حراست هماهنگ کرده. الان پای حراست شرکت در میونه. داریم بدبخت میشیم، شما متوجه نیستین؟ عصبانی شدی؟ عجبا. آقای محترم، همه چیز که با قلدری نیست. بعد محاسبه کرد، بعد دید به نفعمون هست نیست، ارزش داره نداره. این شیوا خانم، این پدرام خان بعد از این ثروت، از این تشکیلات بعد حراست کنن.
میخواستی منو دور بزنی؟ انگشتم شکست. من رئیس ندارم. زیر دست کسی نیستم. هنوز اینو نفهمیدی؟ انگشتم شکست. حالا شکست. هیولو کار رو ادامه میدیم. اون پلیس با من. حالا بیاین دوباره با هم دوست شی. من سعی میکنم که امروز رو فراموش کنم. هیچ کس دوست نداره یه هیولا کینه ای ازش به دل بگیره. رئیس قاطع و جذاب من. سلام. اومدی؟ بی‌شباهت به هم نیستی. کی بی‌شباهت به من نیست؟ کی نه، چون هیچ کس شبیه تو نیست. چی؟ باید بپرسی چی بی‌شباهت به تو نیست. خیلی خوب، چی بی‌شباهت به من نیست؟ ایشون، آقای آدم آهنی، هر دوتون قلب نداری. من قلب ندارم؟ بس اونی که وقتی برای اولین بار تو رو دیدم گروب گروب صدا میکرد چی بود؟ یه سنسور صوتی، شبیه چیزی که تو سینه ی آدم آهنیه. من قلب دارم، منتها سخت‌ترین جای بدنمه. برم این اسباب بازی رو آماده میکنم تا دل یه پسر بچه ملوس رو شاد کنم. تو باید اینو برسونی دست اون پسر بچه. باید برسونی دست بچه اون پلیسه. یه جالبی میتونه برای اون پسر بچه باشه. این کار از عهده من ساخته نیست. یعنی نمیتونی نقش مادر مهربونو بازی کنی؟ این نقشو به من آموزش ندادی. من فقط میتونم یه تومه باشم. با بالا رفتن سن و سال باید با نقش زن اقواگر خداحافظی کنی و میدونه به جوونا بدی. به جای قبل چی تو سینه اون آدم هنیه؟ یه کار ظریف و ذوقی، یه بمب کوچک و تاثیرگذار که پسر کوچولوی داوود کمالی اونو تا خونه با خودش حمل میکنه. خیلی ساده است، تو هم ازش سر در میاری. این یه ضامن کوچولویی داره که اول باید این عمل کنه. مثل وقتی که گوشی تلفن برداشته میشه، یا چرخوندن سویچ ماشین، باز و بسته شدن در، یا مثل وقتی که یک اسباب بازی روشن میشه. بعد طبق زمانی که به تایمر داده شده سر ساعت وظیفه‌اش رو انجام میده. بعد از چند دقیقه یا چند ساعت، این الان برای نیمه شب تنظیم شده. بهت قول میدم که پدر و پسر هیچ دردی رو حس نکنن و موقع خواب هر دوشون به فرشته‌های آسمان ملحق بشن. من این کارو نمی‌کنم. تو این کارو می‌کنی. این کارو میکنی چون من بهت میگم. سریا، تو دیگه شرایط رفتن به بهش رو نداری مطلقاً. پس سعی نکن جز بنده های خوب خدا باشی.
تو استعداد خوب بودن رو از دست دادی. اما دخترت هنوز استعداد داره. استعداد زندگی، استعداد خوشبختی. میفهمی که چی میگم؟ بس به اون فکر کن و جلوی من مقاومت نکن. گوه کیه؟ جمشیدی زن که ایک بیری کیه نو زندگی؟ آها، سرعیاست دیگه. به 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 یه آقاه از کجا اومد؟ جمشید جان، یه زنی که دل برده ازت بغل خشت خونته. ببینم نکنه منم کاری روز میشی مامان فرو. نه هیچ وقت شیرین باش، نه مهرم. خواستم سرتو گرم کنم، کار دیگه که دستم بر نمیاد. قدیما خوب میتونستم سر مردم گرم کنم، برای مردم جالب بودم، به هم کنجکاو بودم. وقتی دوره یه کاری یه زن تمومه که دیگه مردم بهش کنجکاو نباشن، درست مثل سریا. اونو دیگه باید بازنشست کنی، چون اون کاری رو که ازش خواسته بودی نتونسته انجام بده، وگرنه تا حالا 100 دفعه خبرت کرده بود. باید بره بتمرگه گوشه خونش. من باید برم. کجا؟ جمشید. جمشید. جمشید کجا؟ جمشید. وایسا ببینم. جمشید. جمشید. امشب پروانه میاد دیدن من، میخواستم ببینیش. جمشید، خواهش میکنم. جمشید جلوی مریم نه. اسباب بازی ما چی کار کردی؟ انداختیش تو جو؟ دادمش به بچه دیگه. آه، پس فقط داری اونو شاد کردی. مگه عمل نکرد؟ دقیق از یه پق. ولی باور کن. خفه، خفه، خفه. زر نزن. بابا. پس اون دختر خانم کوچولو ایشونه که هیچ وقت نمیخواستی من ببینمش؟ نه، اصلاً هم کوچولو نیست، برای خودش خانمیه، یه خانم زیبا و خواستنی. حالت خوبه عزیزم؟ برو تو اتاقت. آه نه نه نه، من این همه راهو برای دیدن مریم خانم گل اومدم.
گفته بودم که بالاخره یه روز باید بفهمه که مامانی ملوسش چقدر به زحمت میفته و اینکه این خانم خانما کلاس زبان بره، کلاس موسیقی بره، خلاصه همه یه وسایل رفاهش آماده باشه. ببین دختر جون، وضعیت تو با دیگرون فرق میکنه چون مادرت با دیگرون فرق میکنه. اصلا شاید لازم بشه از این به بعد من ازت نگهداری کنم. یه کار خیره دیگه. لعنت به تو. تو باید به مادرت کمک کنی، اون دیگه پیر شده. نگاش کن صورتش داره چروک میشه، اما تو جوونی، شادابی، تازه. خفه شو کسافت عوضش. خفت حالا دیگه باید بری تو خیابونا کار کنی، تغییر نکنی، دهن بوی عرق نده، لایی نکشی، چون واقعا صاحبکارت ناراحت میشه. بیا بیا دختر، بیا نگاه کن مادر خوب فداکار مشغول انجام کار. حالا دیگه کلی سوال تو ذهن دختر تر شده که هیچ وقت نمیتونی قانعش کنی. هرزه ها مادرهای خوبی نیستن. بله؟ من پروانم. پروانه؟ بله پروانه، دختر مامان شروع. آه اصلا فکر نمی کردم این همه تغییر کرده باشی. در عوض شما هم اصلا تغییر نکردید. عجیبه. هیچ تغییری. چی سفارش میدین؟ من ترجیح میدم هوشیار باشم. الوان آب لطفا. چرا؟ به هم زدن هوشیاری یه تمایل غریزیه. یکی از تفریحات بچه های 2-3 ساله چرخیدن و گیت شدن و زمین خوردنه. خب برای که بچه ها موجودات احمقی هستن. جدا؟ یعنی عاشق بچه ها نیستی؟ از بچه ها متنفرم. متنفر از بچه ها و همیشه هوشیار. همیشه هوشیار تا قبل از اینکه پولدار بشم. برای که فقط پولداران که میتونن بی خیال باشن و هوشیاریشون رو دستکاری کنن. دختر قشنگی شدی. ما فروغ در مورد شما با من زیاد صحبت کرده. شما بهش کمک‌های زیادی کردین، بهش پول میدین. چراشو من نمیدونم. اما مطمئنم دلیلش رضای خدا نبوده. دلیلش قدردانی از محبت‌های یه مادر زحمتکشم که نیست. دستگیری از یه پیرزن چلاق. آدم دلنازکی به نظر نمیرسین. دوست دارم اینو بدونین بابت کاری که برای مادرم کردین اصلا از شما ممنون نیستم. هیچ دینی هم نسبت به شما ندارم که ادا کنم. از اون پیرزن مفلوکم بیزارم. اگه امشب اومدم اینجا برای کاره، برای معامله واسه پول، من به تو کمک میکنم تا تو اون افسر پلیس رو در اختیار بگیری. ولی در ازاش پول زیادی ازت میخوام. وقتی بهم میگی دختر قشنگی شدی، انتظار نداشته باش چشم برق بزنه، صورتم سرخ بشه. من مثل احمقا رفتار نمیکنم. برای که واسه زندگیم پول زیادی میخوام که احمقا لیاقتشو ندارن و بهشم نمیرسن. من اون افسر پلیسو میکشم تو تله. نه با عشوه ارزونی بدکاره، با مهارت یه بازیگر روی صحنه. من اون پلیسو ندیدم. آدمای مثل اون رو نباید دعوت کرد به گناه. باید با گناه اختشون کرد و بعد آماده هستن. آماده برای بزم. موسیقی
ببخشید خانم بختیاری رو اینجا آوردن. چلا تشریف داشته باشید. یه خانم محسنی هستن که ظاهرا تصادف کرده. بله. متشکرم. سلام آقای دکتر. عزیز چی شده؟ خدا بد نده. از نبینی مادر. داشتم میرفتم من سهیل رو بیارم. خب. ماشین یه عجل معلق آمده یه دفعه پای من اینجوری کرد. ای بابا الان بهتری؟ خیلی درد دارم مادر. دکتر وضعیتشون چطوره؟ ایشون یه شکستگی ساق پا داره. تا یه ما دیگه هم رام بفتم. آقای دکتر خیلی درد دارم. یه مستقیم دارم. زارب هست یا فرار کرده؟ بیرون یه خانمی نشسته. ممنون. سلام آقا. سلام. ببخشید من اصلا متوجه اومدن شما نشدم. من بابت اتفاقی که امروز افتاده واقعا متاسفم. کاملا تصادفی بود. الان چطورن؟ پاشون شکسته. تقصیر منه. حالا خدا رو شکر که صدمه بیشتری ندیدن. شما بفرمایید. یه چیز دیگه. مضحکه. اما من الان پول همراهم نیست. برای هزینه بیمارستان میگم. من حساب میکنم. شما نگران نباش. یادتون نره ها فردا که دارین میای برای من یکی از نقاشی خوشگل میکشیم میاریم. باشه. سلام. سلام خسته نباشید. آقای کمالی یک ساعت تاخیر. خدافظ. ببخشید شهرام. باشه. پروانه خانم ماشاءالله چه لم سهیل دستشه. کی خانم؟ پروانه خانم. اونجا. بودو. نیسا یه دو سه محکم بگیر رفت داشتی میفتدی زمین ها سرسره خیلی خیلی خواه فقط خاله سرسره خیسه ها بودو ببینم بارکلا نیفتی اینجا ییزه ها مواظب هستی؟ هیچیونه خیلی بشین آفرین یک دو سه بود چی شد؟ سهیل بابا به دست سوخته خوب بازی کردی ها. سلام بعد از تصادف از عزیز خانم شنیدم که بعد می اومده مهد کودک سهیل رو با خودش می برده. این شد که نشونی اینجا رو ازشون گرفتم. الهی قربونت برم تو خوابت میاد مثل اینکه آره؟ خب بگی بخواب دیگه. وای تو رو خدا ببخشید ها شما هم افتادیم تو زحمت. خواهش میکنم. خاله پروانه کمربند ایمیلی تو نبستی. آخر راست میگه خب نبستم. این یه خود گیر داره شلش کنیم بل کرد به. من پرستار هستم از یه پیرزن مراقبت میکنم با پیر پسرش زندگی میکنه 6 ماه سال اونجان 6 ماه سال امریکان الانم تو شیفت امریکاشه یه ماهی هست که رفتم یه وقتایی باید برم به اون خونه سر بزنم تا حالا یکی دو بار رفتم زیاد نمیرم البته مثلا چی دارم میگم به شما اصلا ولش کنیم بریم پایین بریم خونه من البته اونجام که مال من نیست من دانشجوام یه خونه دانشجوییه دیگه چی میخونید؟ بگم حالا دیگه سوال کردم کودکیاری بیاین تو مهد داشت باش بازی میکرد فکر کنم ازش خوشش اومده بیدار بشه خوشحال میشه که اینو ببینه ممنون الهی من قربونش برم خوابیده و الهی حتما یه بوسش میکردم از نظر علم کودک شناسی بوسه تو خواب ایرادی داره؟ بوس کلن نظر علمی چیز خوبیه
خداحافظ. بابا بابایی کارتون نگاه میکنی؟ چرا خاله برواله داشت میاد منو صدا نکردی؟ بابایی میخواستم راحت بخوابی دیگه. خاله پروانه اون عروسکی که شما خریدی بابا میگه من خریدم برات. بابایی فروختی منو؟ چی گفتی؟ میگم فروختی منو پدر سوخته. نفروختم. خاله پروانه به بابا بگو که دروغگو دشمن خداست. بابا خاله پروانه کارت داره. منو؟ بذار ببینم. الو خاله پروانه، به سهیل بگو آدم وقتی که روز تعطیل داره استراحت میکنه نباید مزاحم کسی بشه. الان که شب نیست اونم بیداره. راست میگه، راست میگه. دروغگو هم دشمنه خداست. تو بگی خود باش دار. بابا میای با تلفن راستکی جنگ بزنی به خاله پروانه؟ حالا باشه فردا. بودو رو بازی دور بودو بودو بینم. پس من رفتم. سلام. اومدی یا؟ تا کباب پزشه برگشتم. زیتونم بگیر. بله آقا نوشتم. ببینم جمشید اینو دیگه از کشکی را بردی؟ یه کار خیره دیگه. باری کلا خوب دست به خیری جمشید خواهد. بر حرفی نکن مامان فرور. کوتاه لفتش نده. دختره بعد از اون ماجرا گذشته رفته. میدونی که دادگاه هزانت بچه رو با شرایط به سریا داده. سریا حالا دیگه اون شرایط رو نداره. خانواده باباش فهمیدن اومدن دختره رو بردن. همه اینا رو میدونن. فقط نمیدونم الان سریا چی تو کلشه. تو رو فرستادم که جواب این سوالو بیاری. پس حرف زیادی نزن. فقط بگو سریا چه برنامه‌ای داره. هیچی. میخواد دوباره با تو کار کنه. پولاش تموم شده. میفهمی؟ خودش گفت. آره همچین مظلوم که نگو. سریا بدون دخترش پول نمیخواد. هیچی نمیخواد. پول نمیخواد؟ سریا حاضر واسه پول خودشو قیمه قیمه کنه. میخواد انتقام بگیره. انتقام بگیره؟ چجوری؟ میخواد منو بکشه. این مضحک‌ترین فکریه که برای انتقام گرفتن از من به ذهن اون رسید. اما راه‌های دیگه‌ای هم برای انتقام گرفتن از من وجود داره که جداً خطرناکه. بهش گفتم ماجرای پلیس تموم شده، منصرف شدی. جمشید باور کرد. اما سریا. خل بیا اینجا. کجا؟ همینجا. حاضری؟ یک دو خالی دخ باشه حالا بشه سه. خب حالا میخوام یه عکس ترسناک ازت بگیرم. میشه برم چه
خاموش کنم. حالا شاهد بگم تو گشنه‌ای؟ شما گشنه‌ای؟ من یه خورده چلی کباب درست بدهیم چلی کباب؟ نباش شوخی کردم گشنه هم بزن برو بزنم اینم میخوام آدم خوبه رو بزنم یا آدم بده رو؟ آدم خوبه نه من میخوام آدم بده رو بزنم اینو میزنم چه زشت شد قیافه شد اینه آدم بده است آی آ چرا زشت شد میشه که دیگه رو بذاریم میخوام یاد آدم بعد دیگه رو بذارم سلام اومدی؟ سلام بیا بیا بشین اینجا چی برات بیارم؟ آه هیچی هیچی راحت باش چایی قهوه میوه هم هست الان برمیگردم دفعه قبل اینجا دلبازتر بود تغییر تو اساسیه دادی؟ نه تغییری نکرده شاید به خاطر مریمه حالا که نیست اینجا دلگیر به نظر میاد تو که یه بار بیشتر ندیدیش آره اما متاسفانه ملاقات خوبی نبود اون شب من زیاده روی کردم نه نه چرا زیاده روی کردم باید از تو معذرت خواهی کنم حقم چی؟ حقم بود باید تنبیه می شدم یعنی چی؟ من از حسنیت تو سوء استفاده می کردم ما با هم رفیق بودیم آره تو مهربونی تو رفیقی برای من که همیشه اینطوری بودی ولی من همیشه مثل یه دشمن بهت نگاه کردم به حرفت گوش نکردم تو به من پول میدادی من باید برات کار میکردم حق نداشتم شونه خالی کنم حقم بود من اصلا از دستت ناراحت نیستم جمشید باور کن ناراحت نیستم تو عوض شدی من گیج شدم فکر میکردم حالا که مریم رفته بیشتر از گذشته از من نفرت داری اصلا مهم نیست که رفته مهم نیست خودش یه روزی برمیگرده خوبه خیلی خوبه حالا دیگه میخوام برای خودم کیف کنم خوبه لذت ببرم درسته میتونم دوباره باهات کار کنم حتما مثل سابق مثل سابق امشب اینجا میمونی؟ اگه تو بخوای برم قهوه برات بیارم
خب تا چند دقیقه دیگه راحت میشی. راحت راحت از من، از مریم، از دنیا. تا چند دقیقه دیگه از راز بزرگی با خبر میشی که هیچ کس ازش خبر نداره. راز مرگ و دنیای بعد از مرگ. حالا دیگه داستان سریا داره تموم میشه. داستان پرآب چشم زنی زیبا که سقوط کرد و در هم شکست. خودکشی کرد. کسایی که خودکشی میکنن انتقام سختی از بقیه میگیرن. اما خودکشی تو برای کسی تأثیر انگیز نیست غیر از صاحب این خونه. کسی مسلخ زن بدکاره رو به قیمت اجاره نمی کنه. حالا وقت انتظاره. انتظار خوف انگیز مرگ. انتظار بیرحمانه و طولانی. حالا من میرم خونم و تو مثل احمقا همینجا که نشستی باقی میمونی. شب صبح میشه، بعد ظهر میشه، دوباره شب میشه و تو همینجوری زل زدی به جای خالی من تا اینکه کم کم پف میکنی و بو میگیری. دیگه هیچ کس نمیخواد تو رو ببینه، نه مریم، نه عشقت و نه حتی مادرت. بیچاره سریا. سریای بدبخت. فقط دو تا دیگه مونده. یکی اینم آخریش. خب حالا نوبت کیه که اینا رو بریزه؟ نه دفعه قبل هم تو ریختی دیگه. نه این دفعه رو بذار من بریزم. نه. تو رو خدا. خیلی خوب باشه. پس اگر گفتی خطای دست من شکل چیه میذارم همش رو تو بریزی. مار. مار؟ این شبیه ماره که. آهای این دفعه نوبت بابات بود. همریق بود و برو پلوش بود ببینم. سلام. چطوری بابایی؟ بابا زدی همه رو دیگه. ببخشید دیگه بابایی، حواسم نبود. خاله پروانه رو دیگه. نمیتونم خاله دیگه، باید برم. خاله پروانه اگه خودت نگاهتی میخوام غذای رنگی درست کنم. بابایی خاله پروانه رو تو زحمت ننداز. الان همه با هم میریم بیرون، شام اونجا میخوریم. شما موافقی؟ این غذای رنگی چیه دیگه؟ باز که داریم لباس میپوشیم. خب مگه همه الان نگفتی شام با هم بریم بیرون؟ بابای سرده. پوستت کنم گرمت میشه؟ گرمت شما. حالا پروانه یه دقیقه چرت رو بگید، بابایی برون بانه ببینم بایی چیزی بیش نشه. شبکی میگه چی؟ میگه شبکی. یه شبکی پرس من شبکی قربونت برم. من عزیز دلم بیا بابایی ببینیم. جالبه. نه من نه شما هیچ کدوم همون به سوهایی نگفتیم که برگو از بابا زیر بشینه. خب البته کلن که بچه ها موجودات باهوشی هم دیگه. نمیدونم شاید یه حس درونی یا یه تمایل یه چیزی بالاخره بهش گفته که ما دوتا رو با هم دیگه تنها بذاره. یعنی شاید حس کرده که اگه ما تنها باشیم خیلی بهتره. شما حالت خوبه؟ آره اصلا انگار مثل اینکه من بد شروع کردم. مواظب باش بد تمومش نکنی.
آره اصلا من بعد تمامش کنم، اصلا میخوام بعد تمامش کنم. تو حالت خوب نیست؟ حالم خوب نیست، حالم خوب هست، حالم خوبه برای که با سهیل، برای که با شما خوبم، اصلا کلا خوبم من. حالم امروز خوبه برای که امروز خیلی خوب بود، بارون خوب بود، قدم زدن، خیس شدن، خندیدن، شام، اینجا، همه چیز خیلی خوب بود، بهتر از همیشه، بهتر از همه عمرم. اما حالم بده برای اینکه حق ندارم، برای اینکه من اصلا حق ندارم که خوب باشم. ببین من از اینکه حالت خوبه یه چیزایی سر در آوردم، ولی هنوز نفهمیدم چرا حالت بده. اما من باید... اما مجبور نیستی همین الان توضیح بدی، بعدن راحت‌تر حرف میزنیم. من دانشجو نیستم. خب من قبلا شوهر داشتم. خب آخه موضوع فقط این چیزا نیست که، من چیزای دیگه ایرم دروغ گفتم، دروغ گفتم برای که اصلا فکر نمی کردم که مهم باشه، برای که حقی از کسی ضایع نمی شد. من فقط دلم میخواست شما منو اونطوری تصور کنین، همین. اما حالا مهمه، من نسبت به شما کاملا بی تفاوت بودم. سهیل رو دوست داشتم مثل تمام بچه هایی که دوستشون دارم، به شما احترام میذاشتم مثل تمام آدم هایی که شرافتمندان زندگی میکنن و من قلبا بهشون احترام میذارم. اما حالا دیگه فرق میکنه، من دیگه نسبت به شما بی تفاوت نیستم. حق ندارم، حقشو ندارم. حالا دیگه بهتون علاقه پیدا کردم. من اصلا حق ندارم آدمی با موقعیت من اصلا حق نداره به تو، به آدمی مثل تو. اصلا قرار نبوده من به تو علاقه من بشم، قرار نبوده من عاشق تو بشم. من نمیتونم تو زندگی تو باشم و نباشم، نمیتونم تو رو ببینم و ندیده بگیرم. حالا دیگه فکر میکنم ترجیح میدی که من از خونت، از زندگیت برم بیرون، درسته؟ وقتی ساکتی یعنی قانع شدی. سکوت من هیچ معنی نداره، فقط دارم گوش میدم. من با تو فرق دارم، با تو، با آدابت، با فرهنگت، با خانوادت. من یه مادر دارم ولی تنها زندگی میکنم. میخوای مادرمو ببینی؟ میخوای ببینی که نه مادر نه دختر دنیاشون هیچ ربطی به دنیای تو نداره؟ که نه مادر نه دختر نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن؟ واسه همینه، واسه همینه که میخوام تمامش کنم، میخوام بعد تمامش کنم.
مامان مامان چی شد؟ مامان پروانه سلام. پروانه توی اون آقای کیه؟ مامان تو رو خدا به این آقای محترم بگو که ما مثل خودش محترم نیستیم. بهش بگو که ما لیاقت اون رو نداریم. بهش بگو که اون چقدر خوبه ولی ما چقدر خرابیم. بگو مامان، بگو که تو چه کاره. مامان بگو، بگو که بره به کارش. بگو که بره به کارش مامان، بگو. ایشون با ما فرق داره، این آقاست. اگه میخوادت بسه. نه آقا، میبینی چه جوری اولادش رو گرفته به بغل؟ میبینی چقدر مرد زندگیه؟ حرف عروسیه دیگه ها؟ ما که نه، تو که نه، اونه که باید بگه. آقا ما یه عمر واسه نگفتم به دنیا اومدیم. میبخشید من اینجوری هم تو شبا خیلی قرص میخورم. دیدی؟ دیدی که من حق ندارم به تو فکر کنم؟ من از خوشبختی هیچ سهمی ندارم. برو، تو رو خدا برو. سلام. علیکه سلام. شب خیلی دیوونه بازی در آورده. ای یه خورده. تو ببین یه خورده. من هنوز نتونستم جوابی برای سوال پیدا کنم. ازش مراقبت میکنی؟ من نباید برای نگهداری از بچه از کسی اجازه بگیرم. اما واسه نگهداری از بچه‌ای که به پدرش علاقه من شدم باید از یه نفر اجازه بگیرم. دوستش داشتم، داشتیم با هم زندگی میکردیم، خیلی بهش فکر میکنم. اون برای من تعریف احساس از دست دادن شد. من اونو از دست دادم. مشخصات همسر یه مرحوم رو میخوام برام سریع استلام کنید. بنویس محمد رستمپور، فرزند حسن، تولد 47، وفات 18 دی 84. منتظرم بوده. همه چی درست بود؟ چی؟ مشخصات اون، مشخصات روی سنگ، مشخصات من، من من تو رو دوستت دارم ولی تو حتی هویت منو باور نداری، چه برسه احساسم. حالا همه چی درست بود؟ درسته؟ احساس من به تو هیچ تعهدی برای تو ایجاد نمیکنه. راحت باش، من نمیذارم بار سنگینی بشم رو دوشت. مرسی بابا برای همه چیزا.
برای چی بدون اجازه اومدی تو خونه من؟ واسم بترسونم ات. یکم تفریح؟ خب گزارش کار تو ساعت غیر اداری زندگیمون مال خودمونه. این حرفو قبلا از کسی شنیده بودم؟ آخه خب چی شد؟ یارو عاشقت شد؟ نکنه تو عاشق شدی؟ ما قرار محرم شیم. قرار ازدواج؟ قرار صیغه بخونیم. کارت درسته. داشت باورم میشد موضوع عشق و عاشقیه. عشق و عاشقی. چطور میکشونش تو اون خونه؟ باید برم به اون خونه سر بزنم. با من میای؟ چرا باید بگه نه؟ هم محرم، هم مشتاق. بقیشم که کاری نگاه دیگه. یه نگاه شهر آشوب و محبت کرد که از عهده هر زنی ساخته است. قرار فردا برو. من آماده تصویر برداری هم. کات داوود کمالی. مرسی هم. بفهمن جناب سرنگ. این مال شماست. پر قارچ و سبزیجات. اینم مال خودم. سوسیس و گوشت و همه چیزهای مضر دیگه. اما از غذای شما خوشمزه تره ها. این مهمه. اگه قرار مهمون کردن بود من باید میخریدم. من ازت خواستم ببینم ایت. حالا نوبت شما محفوظه. ولی اینجا نه. یه رستوران درست حسابیه. یه جای برازنده برای برفرجی. نمیخوری؟ داوود جان من شام خوردم. دو ساعت پیش به اتفاق خانواده. اما اینو بهت پس نمیدم. پسرم عاشق ساندویچ سرد جا صبحونه. از پسرت خوشم اومد. سهیل رو نیوردی؟ خواب بود. گذاشتم خونه مادرم. خوب اذیتت میکنه. تو این سه ساله من هیچ بدی از این بچه نیدم. سه سال؟ داوود؟ میگم که اگه داوود آه میخوای نصیحت هم کنی؟ نه نه راستشو بخوای میدونم که هیچ کس جای خالی سیمین رو سیمین خانم رو واسط پر نمی کنه. خداش بیامرزه. اما بالاخره چی؟ تو یه جوونی اینطوری تنها با سهیل هیچ خبری نیست؟ هیچ خبر. هیچ خبری؟ هیچ خبر. عجله داشتی امشب منو ببینی؟ واسه خاطر همین بود؟ تشویقی به ازدواج؟ نه دو روز پیش یه جنازه پیدا کردیم. یه زن جوان که رگای هر دو دستش قطع شده بود. طوری صحنه سازی کرده بودن که انگار خودکشی میکنه. اما به قطع رسیده بود. تو خونهش یه گوشی تلفن همراه پیدا کردیم. یه گوشی نو. اینه هاش. فقط یک بار ازش استفاده شده. به یه نفر مسیج زده. رفتیم سراغ اون طرف. مدیر یه شرکت بازرگانی بزرگ. اینطور فهمیدم که این روزا در مورد اون آدم در حال تحقیق هستی. آره آدم گرفتاریه. به سرعت داره تحلیل میده. مثل کسایی که مجبورن باج بدن. اگه قتل اون زن مربوط به آدمایی باشه که در حال تحقیق هستی بهتره این روزا اسلحت همراهت باشه. برای که اونا راحت آدم میکشن.
معمولا زنها برای خودکشی رگ نمیزنن. جرأت این که خودشون رو بسوزنن رو دارن، اما خون نمیریزن. اونم رگ هر دو دست، اینقدر عمیق. خب بفرمایید. قرار منو یاد مرگ بندازین تا از مردن بسرسن؟ قراره درباره رابطت با این زن حرف بزنی. خب داوود جان، فعلا کارت که تموم شد، من در خدمت این آقای مدیر هستم. ممنون. بیا جلو، بیا، نترس. اگه قراره یاد چیزی بیفتی ازش بترسی، اون ترس از کشته شدنه، نه مرگ طبیعی. این زن کشته شده. البته طوری وانمود کردن که ما فکر کنیم خودکشی بوده. بعضی موقع هم طوری وانمود میکنن که ما فکر کنیم یه حادثه طبیعی بوده. مثلا تصادف اتومبیل. قاطی خلافکارا بودن این عواقب رو هم داره. رابطت با این زن چی بوده؟ پرسیدم رابطت با این زن چی بوده؟ نمیشناسمش. نمیشناسیش؟ من با گوشی اون به تو زنگ زدم. شماره شما تو گوشیش بود. شماره شما رو هم خیلی ممکنه داشته باشن که روحتون هم خبر نداشته باشه. کسایی که ممکنه کشته بشن یا خودکشی کنن و شما اصلا اونها رو نشناسید. بله. ولی من به کسی که نمیشناسمش هیچ وقت نمیگم خدا لعنتت کنه چی از جون من میخوای. تو مثل که دوست داری تو زندگی خصوصی مردم کنجکاوی کنی. من با اون یه رابطه خصوصی داشتم. خوشا؟ یه رابطه خصوصی و کوتاه و بعد تمام. دیگه داشتم فراموش میکردم. و در قبال این رابطه اون چی از تو میخواست؟ معمولا چی از آدم میخواست؟ نمیدونم. من تو اینجور رابطه های خصوصی سر رشته ندارم. پول. این خلوت کجا اتفاق افتاد؟ این سوالات عجیبه. یه جایی بود دیگه. باید فکر کنم. به هر حال همش همین بود. حالا به خاطر اون رابطه با این خدا بیامرز. ببینین من آدم آبروداری هستم، توجه دارین که هیچ کاری هم خلاف شرع و قانون نکردم. ببین، گوش کن، من هیچ علاقه‌ای به دونستن جزئیات کثافتکاری تو ندارم. فقط جوابمو بده. کجا؟ میشه یکم بازوق‌تر باشی؟ فقط یکم. موسیقی؟ بفرمایید. منظورتون همین بود نه؟ موسیقی. خب اونم خوبه. تو واقعا هیچ فرقی تو من نمیبینی؟ آها. مبارک باشه. چی؟ لباستون دیگه. لباسای نو. و؟ امروز صبح زود از خواب بیدار شدم، یه خورده به خودم رسیدم، رفتم خرید، رفتم آرایشگاه. یه عالمه پول شد. زنه 10 تومن میگیری یه ابرو درست میکنه. حالا خوب شدم؟ خب. از کدوم طرف؟ خونه قشنگیه. من اونجا احساس آرامش میکنم. نه، یه احساس بیخیالی. باید ببینیم. خیلی وقت با اونجا سر نزدم. جای دنگیه. توی منطقه خوش آب و هوا. جای خوش آب و هوا. خروجی اول برو دست راست.
سمت چپ. جلوی اون در سیاه. میدونم. از کجا میدونی؟ حس ششم. وقتی تو نیستی کی به این سگا غذا میده؟ یکی همسایه اونوری، اونم چند تا سگ داره. برای که من از سگا میترسم، نمیتونستم این کار انجام بدم. بیا اینجا. بفرمایین کجا راحت بشینیم؟ میدونم که از این چیزا خوشت نمیاد، ولی این که سلیقه من نیست. من فقط یه پرستارم. اون پیر پسره عاشق مشروبه. دست با چم هیجان زده. حالت خوب نیست؟ خوبم، بهتر از همیشه. دیگه نمیخوای بعد تمومش کنی؟ از تمام کردن حرف نزنیم، ما تازه شروع کردیم. تو خوبی؟ خوش شد. بیا. من واسه تو روشن کردم. من سیگاری نیستم. خب منم سیگاری نیستم، ولی حالا استثناست. سیگار که گناه نداره. میخوای از گناه حرف بزنی؟ گناه؟ ببین، به نظر من گناه کاملا یه مسئله شخصیه. قبول داری؟ ما خودمون بهتر از هر کسی میدونیم کی گناه میکنیم، کی گناه نمیکنیم. خدا قدرت این داوری رو به ما داده. حالا میخوای از خدا حرف بزنی؟ خدا، خدا هست. مطمئنی؟ همه جا؟ همه جا، همیشه. گناه، خدا. بذار واسه بعد، حالا نه. موسیقی. خب حالا درباره موسیقی حرف بزنیم. نه نه، موسیقی هم نه. درباره خودمون حرف بزنیم. درباره احساسمون. درباره حالا. درباره تو. درباره من. و درباره دروغ. من داوود کمالی هستم، یه پلیس. تو کی هستی؟ من که قبلا اعتراف کردم، گفتم که دانشجو نیستم، گفتم که... اما به چیزی که هستی اعتراف نکردی. آها، پس تو میخوای دوباره منو چک کنی، میخوای آزارم بدی. صاحب اینجا کیه؟ من نباید حقیقت رو به تو میگفتم. حقیقت؟ من نباید اعتراف میکردم. تو دیگه به من اطمینان نداری. هیچ وقت نداشتم. خودم متاسفم. منم برات متاسفم. آقای پلیس، من متهم شما نیستم. هستی. صاحب اینجا کیه؟ یه پیرزن با یه پیرپسر. پیرزنه رو فراموش کن، از پیرپسره بگو. حرف گفتنی ندارم. اما من دارم. اون مردک، مدیر بازرگانی رو میشناسی؟ کی داری حرف میزنی؟ چند وقت پیش با یه زن، ثریا، اینجا فعالیت داشتن. خب دروغ گفتی که پرستاری و دانشجویی، اما شغل تامین خلوت دیگران هم نمیتونه باشه. داری مزخرف میگی. ثریا نشونی محل ملاقات رو برای اون مدیر مسیج کرده بود. خب که چی؟ ما الان تو همون نشونی هستیم. اینجا کجاست؟ یه جای دنج.
فقط همین. دنج اون مدیر اینو باور کرد و تو اصرار زیادی داشتی که منم باور کنم، درسته؟ سریا، حالا تو مأموریت یکسان با سوژه‌های متفاوت. ما اینجا تنها نیستیم. نه تنها نیستیم. بیا اونجاست، اون تو، توی اون کمد، اون حرومزاده اونجاست. مگه نگفتی اینجا مال کیه؟ مال اون. مگه نگفتی ما واسه کی کار میکنیم؟ واسه اون. من که به تو گفته بودم من لیاقت تو رو ندارم، گفته بودم که ما با هم دیگه فرق میکنیم. من بازیچه بودم، سریا بازیچه بود، تو بازیچه بودی، بازیچه اون. بیا 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 آقای پلیس، بیا، نترس نترس ازش، نترس. بیا بیا.